در این خصوص مثالای به اصطلاح زیادی هست، بحث‌های زیادی هست. یکی از این بحث‌هاشو اینجا داشته باشیم. هدف وسیله. یک مدیر اصولا این بحث کلیست، هر انسانی باید بدونه چی وسیله است، چی هدفه، برای اینکه هویت رو مجبوریم تعریف کنیم دیگه. میخواد بریم دنبال چیزی، دنبال اون چیز میره، به چه عنوانی بهش نگاه کنه؟ هدف وسیله. مثلا من چند تا مثال میزنم اینجا. مثلا فرزند، همسر، مذهب، تحصیلات، آرامش، مثلا مدیریت. چند تا مثال ثروت، قدرت. چند تا مثال بزنید؟ شهرت، سلامت، امنیت، هدف وسیله. ما میخوام بسیاری چیزا عناصر رو، هر عنصری که شما تو ذهنتون هست و این عنصر یه جایگاهی داره، بعد میخوام بررسیش کنیم ببینیم که این هدف یا وسیله است. برای اینکه تعریف ما روی هدف و وسیله خیلی چیزها رو به دنبال خودش در برنامه‌ریزی های ما اون وقت به همراه خواهد آورد و اون بینش ما نسبت به چیز نگاه میکنیم، اون کجا که به عنوان هدف نگاه کنیم، اون کجا به عنوان وسیله نگاه کنیم، خیلی فرق میکنه. خب تو همین جاشو دوستان اگه باز پیشنهادی داشتن میتونن بگن تا بررسی کنیم. خب حالا فرزند هدف یا وسیله؟ وسیله است. اگر کسی هدفشو بذاره رو فرزندش، کافی فرزنده یه جوریش بشه، ساقط میشه. خب اگر کسی بیاد هدفشو بذاره رو فرزندش، کافی فرزنده ناخلا و عذاب در بیاد، کافی مرگ غیره است، کافی ازش دور بشه، کافی هر چیزی، اون وقت سلامتی خودش به خطر میفته، دیگه نمیتونه زندگی بکنه. خب و حالا همسرم بگیم، همسفر، همه مسافر راهیم و ای عجب. خب بنا همه مسافر راهیم، در واقع همه همسفریم با هم دیگه و هدف نیست، هدف چیز دیگر است. کسی اگر هدفش رو بذاره رو همسر، اون وقت اگر کوچکتری مشکلی پیش بیاد خودش هم ساقط میشه. یعنی میخوایم امارت زندگی رو باید ببینیم رو چی میخوایم بذاریم. امارت زندگی رو برای رو چی میخوایم بذاریم؟ باید روی چیزی بذاریم که نلغزه، قابل لغزش نباشه. اینا شرایطی است که باید داشته باشه. اگر بذاریم روی این چیزا، این چیزا لغزانه، بعد دیگه نمیتونیم جمعش کنیم. خب خیلی ها رو ما برخورد کردیم دچار افسردگی شدید، علت فرزند، همسر و همون ماجرایی بوده که. خب مذهب، خب حتی میتونیم نماز، یسرات و عمود و دین، ستونه دینه، وسیله است. برای چی؟ برای یه منظور دیگه، برای ارتقای دیگه، برای یه نزدیکی دیگه. خب مقیم شدن برای ماجرای عقم و صلاح و اینکه ما مقیم یه ماجرای دیگری بشیم.
تحصیلات، آرامش. خب حالا ما رسیدیم به آرامش. بعدش حالا فرض کنی اصلا هیچ چی نیست، همه چی در آرامش. بعدش چی؟ بله، پس این وسیله میشه برای ماجرای دیگری، مدیریت وسیله. پس زندگی برای مدیریت یا مدیریت برای زندگی؟ مدیریت برای زندگی. البته عملا زندگی برای مدیریته و بعد چیز میشه باهاش هم همون یه حداقل یه قلبه و رگای گرفته یه قلب و استرسای وارد شده و اینا از حداقل. خب ثروت اینا دیگه کاملا بدیهی است. سلامت چرا وسیله است؟ بله، میخوام سالم باشیم که به اهداف دیگه برسیم. وگرنه آقا من میخوام سالم باشم. خب سالمی بعدش چی؟ یعنی یه بعدش چی؟ اینجا مسائل و امنیت، رقابت، حسادت. خب هدف چی بود؟ هدف از کجا آمدیم؟ چرا آمدیم؟ کجا میخوایم بریم؟ اگه میایم مدیریت میکنیم، اگه کار میکنیم، اگه زندگی میکنیم، اگه میریم، اگه میایم، میخوام ببینیم که همون سوال روز اوله من اینجا چیکار میکنم. اگر که از اون برای دنیا گفتیم این برای دنیا حمله میکنه، این کشور میره و اون میره، برای اینکه نمیدونه که هدفش چیه، برای چی رو زمین داره زندگی میکنه. هدف کماله. کمال چیه؟ کمال اون وقت تعریف پذیر میشه. من یک فرصت محدودی در اختیار دارم بدونم از کجا اومدم، چرا اومدم، کجا میخوام برم. یعنی جایگاه من در این اکوسیستم چیه؟ ارتباط شخصیت من با شخصیت اکوسیستم چیه؟ ارتباط رفتار من با رفتار اکوسیستم چیه؟ به قولی معروف ما اینجا چیکاره ایم؟ نقش ما اینجا چیه؟